با تشکر از برگزار کنندگان و با سلام به همگی حضار در جلسه و پوزش عمیق از اینکه نتونستم حضوراً در کنار شما باشم و مباحث و نقطه نظرات خودم رو در رابطه با سمینار امروز ارائه بدم. من بحث خودم رو در قالب چگونگی پیشبرد مبارزه مؤثر و مترقی علیه رژیم جمهوری اسلامی در شرایط جدید و همچنین چگونگی مقابله با سیاست‌هایی که در دوران جدید جمهوری اسلامی و مدافعینش و عواملش در خارج از کشور در دستور قرار خواهند داد طرح می‌کنم. اجازه بدید که با این نقل قول شروع کنم، نقل قولی از باب دیلان که میگه The times they are changing، زمانه در حال تغییر است. اشاره به تغییر و تحولات عظیم دوران دهه 60 هست، به جنبش عظیم ضد جنگ ویتنام، جنبش خلاصی فرهنگی، جنبش حقوق مدنی، جنبش برابری زن و مرد در جامعه و تغییرات مهمی رو در فضای سیاسی می‌بینیم. اما در این حال امروز هم شرایط در حال تغییر است، اما فاکتور عمده تغییر شاید به درجه متفاوت از فاکتوری باشه که باب دیلان بهش اشاره می‌کرد. و به نظرم لازمه که نیروهای آزادی‌خواه، برابری طلب، سکولار، کمونیست بتونن خودشون رو به طور مؤثر و ویژه‌ای برای شرایط جدید حاضر بکنن و راه‌های مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی رو پیدا بکنن، ولی دست به یک مبارزه همه جانبه برای پیشبرد امر آزادی و رهایی و خلاصی از جمهوری اسلامی، خلاصی از شر جمهوری اسلامی رو در دستور قرار بدن. اصلی‌ترین سوالی که به نظرم مطرح است این هستش که مؤلفه‌های تغییر و تحول در شرایط حاضر کدام‌ها هستند و این تغییر و تحولات سیاسی چه شرایط ویژه‌ای رو برای پیشبرد امر مبارزاتی با جریانات آزادی‌خواه، برابری طلب، سکولار و کمونیست ایجاد می‌کنند. تغییراتی که به نظرم در حال شکل‌گیری هستند، تغییراتی در بالا هست، در میان مناسبات دولت‌ها، میان کشورها، کشورهای غربی، آمریکا، متحدینش از یک طرف و جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی حاکم در ایران از طرف دیگه. این مناسبات در حال تغییر یافتن هستند. مسئله توافقات احتمالی هسته‌ای و توافقات هسته‌ای 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی نقطه عطفی به نظرم در معادلات سیاسی و رابطه متقابل حکومت‌ها و دولت‌های غربی با حکومت اسلامی در ایران خواهند بود که تبعات بسیاری می‌تونه برای ما فعالین جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی، ما آزادی‌خواهان، ما برابری طلبان، ما کمونیست‌ها داشته باشه. در درجه اول باید اشاره بکنم که چه عواملی باعث شدن که این تغییر تحولات شکل بگیره و بعد به پیامدها و تأثیراتش بر فضای سیاسی که ما با اون درگیر هستیم اشاره بکنم. در درجه اول باید به شکست جمهوری اسلامی، شکست استراتژی تخاصم همه جانبه جمهوری اسلامی، شکست سیاست تنش‌زایی جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد اشاره بکنم. شکست سیاست کور ضد آمریکایی‌گری، ضد غربی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در دوران احمدی نژاد سیاست دمیدن بر بحران‌های منطقه‌ای، ایجاد تنش و گسترش تنش و به این اعتبار تأمین حضور فعال سیاسی خودش رو در برخی از نقاط استراتژیک منطقه خاورمیانه در دستور قرار داده بود و سیاست خودش رو از این طریق سعی می‌کرد و گسترش فراوان ارتجاعی خودش رو و تضمین کوتاه‌مدت و میان مدت عمر سیاه حکومت اسلامی رو در این چارچوب اساساً دنبال می‌کرد. این سیاست شکست رو به نتایج مورد نظر جمهوری اسلامی منتج نشد. روشن شد که افزایش تقابل دول غربی و حکومت اسلامی، اون چیزی که ما در ادبیات سیاسی من ازش تروریسم اسلامی در یک شاخش در رأس جمهوری اسلامی و در طرف مقابل تروریسم دولتی ازش اسم بردیم، به درجه رسید که خطر حمله نظامی بالای سر جامعه قرار گرفت. مسئله جنگ نیابتی در خاورمیانه
و مسئله‌ای که بعضا در برخی از محافل افراطی و دست راستی و فوق ارتجاعی غربی، مسئله این که بعد از سوریه نوبت ایران هست و به اصطلاح همپیمانان ایرانی اون در گیومه به اصطلاح تلاش میکردن که این سیاست رو هم دنبال بکنن. سیاست جمهوری اسلامی دچار یک چرخش شد. جمهوری اسلامی براش مسجل شده بود که تداوم سیاست تنش‌زایی در سطح منطقه مسئله رو به خود جامعه ایران میکشونه و این تقابل میتونه به یک رودرویی خونی منجر بشه که در اون عمر جمهوری اسلامی میتونه به پایان برسه، در این حال شیرازه جامعه برهم شکسته بشه و پیامدهای بسیار متفاوتی به دنبال خواهد داشت. این سیاست رو ناچاران در یک چرخش سیاسی به کنار گذاشتن. از صندوق در آمدن روحانی در مسحکه انتخاباتی جمهوری اسلامی یکی از تبعات این سیاست بودش. خامنه ای سیاست رو تحت عنوان نرمش قهرمانانه به اصطلاح فرموله و بیان کرد و ارگان‌های اصلی حاکم جمهوری اسلامی روی این سیاست به توافق رسیدن و سعی کردن که مسئله مذاکرات با غرب رو دنبال بکنن در شکل متفاوت، با اینکه ما خواهان تعامل با غرب هستیم، خواهان سازش هستیم و خواهان امتیاز دادن هستیم و خواهان تغییر شرایط هستیم. این تحولات تأثیرات متفاوتی بر روی فضای سیاسی کار ما در خارج از کشور خواهد گذاشت. ویژگیش اما با دوران خاتمی در این حال باید شناخت. ویژگیش و تفاوتش با دوران خاتمی بودش که در دوران خاتمی ما شاهد شکلگیری یک جنبش ارتجاعی به اصطلاح دفاع از حکومت بودیم که ما تحت عنوان به اصطلاح جنبش ارتجاعی دوم خرداد اصلاح طلبی حکومتی و اصلاح طلبان حکومتی از اشیان بردیم و اون جنبش رو سعی کردیم افشا بکنیم. اما تفاوت در آن دوره با این دوره در این حلقه هستش که این بار پروستوریکای در کار نیست، قرار نیست که به اصطلاح جنبش ارتجاعی رو در روی زمین دامن بزنن، چرا که تبعات به اصطلاح انفجاری رو که جامعه مردمی که در انتظار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن، به کمین جمهوری اسلامی هستن، دیدن و دیدن که چه مخاطرات جدی بازی با اعتراضات روی زمین میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه. مسئله اما کماکان و محوری این هستش که چگونه جمهوری اسلامی از نقطه نظر جمهوری اسلامی میتونه عمر سیاه خودش رو تداوم ببخشه. به این اعتبار هست که در دوره حاضر بر حلقه تغییر مناسبات سیاسی جمهوری اسلامی، تغییر مناسبات دیپلماتیک جمهوری اسلامی با غرب و مشخصاً آمریکا در رأس نیروهای دوباره غربی تأکید خواهند کرد. این فضا در حال حاضر تبعاتی از خودش بروز داده. ما شاهد چرخش‌های سیاسی هستیم. دو جناح جمهوری اسلامی در پیشبرد این امر متحد هستند، هرچند که خامنه‌ای تز تکنوبتی مذاکرات رو مطرح میکنه، اما روحانی و ائتلاف روحانی رفسنجانی تلاش جدی دارند که بتونن مناسبات حکومت آدمکشان اسلامی رو با غرب بهبود ببخشن، از تخاصم به اصطلاح کم بکنن و عمر جمهوری اسلامی رو تداوم بخشیدن به عمر سیاه جمهوری اسلامی رو در گرفتن این حلقه اصلی دنبال میکنن. در این حال در طرف مقابل هم یک گرایش قوی وجود داره در هیئت حاکمه آمریکا که سعی میکنه که به اصطلاح اون چیزی رو که قبلا تحت عنوان مشتای گرفتار ازش اسم میبردن کنار بذاره و بتونه دست همدیگر و دست طرف مقابل رو در دست بگیره و به توافق برسن، به سازش و بندوبستی برسن. بنابراین این مهمترین حلقه هستش که در تحولات سیاسی دوران حاضر ما مشاهده خواهیم کرد تا اونجایی که به مسئله امر مبارزاتی ما برمیگرده، تبعات ویژه‌ای در کار ما خواهد داشت. هر گونه نزدیکی و بهبود مناسبات غرب و جمهوری اسلامی، هر گونه سازش و بندوبست میان غرب و دولت جمهوری اسلامی، فضا رو برای فعال شدن جریانات مدافع جمهوری اسلامی، جریانات لابیستی جمهوری اسلامی که مستقیماً سرنخشون در دست جمهوری اسلامی هست باز میکنه. رژیم جمهوری اسلامی در این دوره تلاش میکنه که در نهادهای فرهنگی، در نهادهای آکادمیک، در نهادهای حرفه‌ای دخالت مؤثرتر و فعالتری داشته باشه، حضور
پیدا کنه، چه آشکارا و چه پنهان تلاش بکنه که به اشکال مختلف این نهادها رو به طرف خودش نزدیکتر بکنه و در عین حال برای بهبود فضای مناسبات و امتیاز گرفتن از قبل از این احرومها استفاده بکنه. ارگانهایی رو که بعضا میشناسید. به این اعتبار مسئله ای رو که ما باهاش مواجه هستیم، این فعال شدن این جریانات، هزینه کردن جمهوری اسلامی برای فعال شدن این جریانات و همچنین تأثیراتی که روی جنبش اعتراضی میتونن داشته باشن. این بار مسئله کاملا روشنه. در روی زمین قرار نیست کار ویژه‌ای بکنن، قرار نیست که جنبش ارتجاعی رو شکل بدن. تجربه در این حال دوران خاتمی رو که در خارج از کشور تلاش کردن فعالیت سیاسی معینی رو پیش ببرن دیده بودن، دیدن که در کنفرانس برلین شکست خوردن، ما شکستشون دادیم و شکستشون نتیجه گیری کردن که این بار به طرق متفاوتتری باید امر ارتجاع اسلامی رو دنبال بکنن. صحنه به نظر تغییر کرده و ما هم باید برای تغییرات آماده باشیم. اما چی کار باید بکنیم؟ حلقه اصلی که ما باید در دست بگیریم چی باید باشه؟ نیروهای آزادی خواه، مترقی، برابری طلب، سکولار، کمونیست چه کار باید بکنم؟ فرمولاسیونی که من میتونم بیان بکنم که جوهر سیاست ما رو در دوران حاضر خلاصه بیان بکنه این هستش که حضور فعال در پایین، فشار بر بالا. حضور فعال گسترده اعتراضی در پایین جامعه، بسیج مردم مهاجر ایرانی در خارج از کشور، در کمپین‌های متفاوت فشار بر جمهوری اسلامی، افشاگری جمهوری اسلامی در ابعاد همه جانبه خودش و انتقال انعکاس این فشار بر بالا بر روی جریانات کل هیئت حاکمه که در دستور اصطلاح بندوبست با جمهوری اسلامی رو در دستور گذاشتن. به این اعتبار فضا رو باید بر اینها تنگ کرد که نتونن نیروگیری کنن، نتونن به اصطلاح سیاست‌های لابیستی و یا نفوذ خودشون رو در نهادهای به اصطلاح حرفه‌ای، فرهنگی و غیره دنبال بکنن و از این طریق جایگاه جمهوری اسلامی رو در خارج از کشور گسترش بدن. به نظر من در رأس اعتراض ما باید این باشه که جمهوری اسلامی نماینده مردم در ایران نیست و باید از مجامع بین المللی اخراج بشه و کمپین اخراج جمهوری اسلامی به مثابه حکومت ضد دیکتاتوری اسلامی حاکم بر مردم اصلی ترین حلقه هست. ما باید تلاش بکنیم در این حالی که این جریان ها سعی میکنن به بندوبست سیاسی با جمهوری اسلامی درستن، ما باید تلاش گسترده بکنیم به جامعه بشریت امروز، مردم آزادی خواه و این فشار رو بر مردم منعکس بکنیم که جمهوری اسلامی حکومت مردم در ایران نیست. حکومت سرکوب، ارتجاع، نابرابری، ضدیت با زن، ضدیت با خوشی، ضدیت با کارگر و حکومت جهل و ارتجاع و فقر و فلاکت و عقب‌ماندگی هستش. ما باید تلاش بکنیم که مبارزه مؤثر ما، کمپین هایی که در دوره اخیر بر علیه جمهوری اسلامی وجود داره، کمپین بر علیه اعدام ها، کمپین برای آزادی زندانیان سیاسی، کمپین برای برابری زن و مرد در جامعه در اشکال متفاوت خودش دوبار بکنه، کمپین برای اصطلاح غیر مشروع کردن جمهوری اسلامی در هر گوشه و زاویه از فضای امروز اون مسئله اصلی باشه که ما باید دوبار بکنیم. اما در این حال باید متوجه باشیم که ترخوش رو نباید با هم سوزون. سیاست ما در قبال بخشایی از جریانات ملی اسلامی که سیاست اصلاح طلبانه و به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی رو دنبال بکنن، به طور مشروط بعضاً از ارکان‌های حاکمیت کثیف جمهوری اسلامی دفاع میکنن، در این حال باید متفاوت و متمایز باشه از سیاست عوامل و نیروهایی که مستقیماً به نیابت از جمهوری اسلامی و ارگان‌های حکومتی در ارگان‌های متفاوت فعالیت میکنن. یکی سیاست ما جدل با اونها هست، سیاست دیگری افشا، تنگ کردن فضا و محدود کردن فضا بر اونها و به اصطلاح کوتاه کردن دستشون در فعالیت‌های آنچنانی هست. در این حال ما نباید هیچ گونه همسویی از نقطه نظر من با جریانات فوق ارتجاعی دست راستی در حاکمیت ها داشته باشیم. اینا متعین ما نیستن، اینا دلسوزان ما نیستن، اینا دلسوزان مردم در ایران نیستن، دلسوزان آزادی و برابری در جامعه نیستن، چرا که در جامعه خودشون دلسوزان هیچ کدوم از این معلفه های سیاسی که اسم بردن نیستن، بلکه در مقابلش هستن. خلاصه کنم،
کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که با تغییر شرایط سیاسی باید آماده بشیم، تشدید مبارزه علیه جمهوری اسلامی، تشدید مبارزه برای اخراج جمهوری اسلامی از مجامع بین‌المللی و کوتاه کردن دستشون، اون محور سیاسی اصلی هست که ما باید در دست بگیریم و در این حال شرکت گسترده و فعال در کمپین‌های مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه برای نجات جان کسانی که در زیر به اصطلاح صف اعدام آدمکشان جمهوری اسلامی قرار دارن، مبارزه برای برابری زن و مرد، مبارزه برای جدایی دین از دولت، مبارزه سکولاریستی و مبارزه برای کوتاه کردن دست مذهب از شؤونات زندگی مردم، فضا رو برای ما در پایین فراهم بکنه که حضور فعال گسترده ما در میان مهاجرین ایرانی فشار معین و غیر قابل انکاری رو بر بالا بذاره. این فشار باید مؤثر باشه، تاثیرگذار روی رسانه‌های خارج از کشور باشه، رسانه‌های بین‌المللی باشه، پر سر و صدا باشه و چنان فضا رو بر جمهوری اسلامی تعیین بکنه که این جریانات حکومتی در بالا ناچار بشن به این خواست مردم و جامعه تن بدن که حکومت جمهوری اسلامی نماینده مردم نیست و باید از مجامع بین‌المللی اخراج بشه. با تشکر از همه شما و با پوزش مجدد از اینکه نتونستم حضوراً در حضورتون باشم. با تشکر از همه شما.